میخوایم فصل سوم رو شروع کنیم و توی این فصل در مورد نحوه پیکربنده هایبرنت بحث کنیم. یک سری تنظیمات رو باید اعمال کنیم تا بتونیم از تکنولوژی هایبرنت داخل پروژه‌مون استفاده کنیم و در نهایت آخرین فصل بتونیم یک آبجکت رو، یا بهتر بگیم یک انتیتی رو یا یک مدل رو مپ کنیم به دیتابیسمون و بتونیم اطلاعاتمون رو توی جدول پایگاه داده‌مون ذخیره کنیم. اما قبل از اینکه در مورد نحوه پیکربندی هایبرنت بحث کنیم، میخوام یک مروری بر گذشته داشته باشم و ببینیم جاوای محض یا اصطلاحاً جاوای پیور چه روشی ارائه کرده که از طریق کلاس جاوا بتونیم یک سری اطلاعات رو داخل دیتابیس ذخیره کنیم. خب به عبارتی میخوام از SQL خالص استفاده کنیم در کنار جاوای محض که بتونیم تفکیک قائل شیم، ببینیم روش قبلی به چه شکل هستش. قطعا آشنایی باش دارید ولی خب یک مروری داشته باشیم بد نیست. میخوام یک پروژه ایجاد کنم از نام جاوا پروژه. یه مثال خیلی ساده میخوام انجام بدیم. خب فصل سوم هستیم. یک پروژه تحت عنوان سیمپل اینسرت. خب کتابخونه شما اینجا اضافه میکنیم. قراره که به دیتابیس پوستگرس کانکشن برقرار کنیم و یک سری اطلاعات رو ذخیره کنیم. پس احتیاج به JDBC درایور داره. خب از همین قسمت میتونم از قسمت اد لایبرری کتابخونه از نام یوزر لایبرری رو اضافه کنم. کتابخونه که قبلا به اکلیپس هم اضافه کردم. پوستگرس رو اضافه میکنم. فعلا از هایبرنت استفاده نمیکنیم. تنها چیزی که احتیاج داریم یک JDBC درایور هستش. خب اما به چه شکله؟ اگر من بخوام از کدهای جاوا و کلاس‌های جاوا یک سری اطلاعات رو داخل دیتابیس ذخیره کنم، روند به این شکله که ما اول میام یک سری تیبل‌ها رو، یا بهتر بگیم ER پروژکتمون رو داخل دیتابیس ایجاد می‌کنیم، رابطه بینشون اگر موجود هست اونا رو تعریف می‌کنیم و از طریق کلاس‌های جاوا با استفاده از یک سری اینترفیس‌ها و متدهایی که در اختیار من قرار داده میتونم به دیتابیس کانکشن برقرار کنم و یک سری اطلاعات رو فرضاً داخل دیتابیس ذخیره کنم. پس مرحله اول اینه که من بیام تیبلام رو داخل دیتابیس تعریف کنم. خب این دیتابیس پیش‌فرض پوستگرس، فعلا دیتابیس خاصی تعریف نمی‌کنیم تو اینجا کار. اسکیمای پابلیک می‌خوام یک تیبل ایجاد کنم. یک روش اینه که بیام از قسمت تولز کوئری تولز رو انتخاب کنم البته برای یک تیبل خاصی و بتونم با استفاده از دستورات SQL یک سری تیبل‌ها رو کرییت کنم، ولی می‌خوام از رابط گرافیک استفاده کنم دیگه، در صورت اسکیول فعلا مطرح نکنیم. خب راست کلیک میکنیم روی تیبل، کرییت تیبل رو انتخاب میکنیم. میخوام یک تیبل خیلی ساده ممبر رو ایجاد کنم. نام تیبل من تیبل ممبر هستش. یک سری کالم ها داره مسلما، یک سری فیلد ها داره. خب کالم اول باید یک پرامیکی برای جدولم تعریف کنم، یک کلید اصلی. از اینجای کار به بعد با پرامیکی خیلی کار میکنیم. یک استانداری همین ابتدا تعریف میکنیم، نام تمام کلیدهای اصلی جدول رو آیدی معرفی میکنیم. البته میتونید هر نامی که مد نظرتون هست انتخاب کنید، ولی خب چیزی که ما باش کار میکنیم کالم آیدی هستش به عنوان کلید اصلی جدول، هر جدولی که تعریف میکنیم. خب تایپش چی باشه؟ میتونیم هر تایپی براش در نظر بگیریم، ولی خب میخوام اوتو اینکریمنت باشه، یعنی خود جدول، خود پوستگرس این رو اتوماتیک هر سری که یک داده رو توی دیتابیس ذخیره میکنیم یک واحد اون افزایش بده. خب ما سریال رو داریم، البته بیگ سریال رو داریم که برای مقادیر خیلی بالاتر، ولی خب با سریال کار میکنیم برای دادههای کوچکتر که هر سری که من یک داده رو توی دیتابیس ذخیره میکنم دیگه مجبور نشم کلید اصلی رو هم ذخیره کنم. ایده مناسبی نیست که کاربر با کلید اصلی سر کار داشته باشه. اصلا کاربری که قراره که اطلاعات رو داخل سیستم ذخیره کنه از وجود کلید اصلی خبردار نیست، فقط این کلید اصلی رو برای برنامه‌نویسا تعریف میکنه. خب از اون سریال معرفی میکنم این رو که اتوماتیک هر سری یک واحد افزایش بده کنه، ولی خب سریال خودش یه جوری اینتیجر هست، یعنی یک عدده. این رو به عنوان پرامیکی تعریف می‌کنیم. یک کالم دیگه تحت عنوان نیم از نوع، حالا میتونه تکست باشه یا میتونه کاراکتر ورینگ باشه که حد اکثر 255 کاراکتر رو یا ورچر توی حالا دیتابیس دیگه ورچر را میده میشه. میتونیم حالا براش یک محدودیت فرضاً طولی هم در نظر بگیریم، میتونیم حالا این رو نات نال در نظر بگیریم و یک سری مقادیر دیگه. فعلا با این کاری نداریم. یک شناسه دیگه، یک کالم دیگه تحت عنوان فامیلی ایجاد میکنم. یک تیبل خیلی ساده است، باز کاراکتر ورینگ رو داریم. اینم کد اسکیول شه که خود پوستگرس جنریت میکنه برای من. اگر حالا من از این روش استفاده نکنم، از این رابطه گرافیکی
مجبورم که یک همچین کد SQL رو اجرا کنم. خب در نهایت اینو سیو میکنیم. اینا سیبل من. چطوری میتونیم یک داده رو توی تیبل ذخیره کنیم یا به اصطلاح اینسرت کنیم؟ خیلی ساده میتونیم بیایم راست کلیک کنیم روی جدول. از قسمت کوئری تول یک ابزار رو در اختیار من قرار میده که بتونم همینجا داخل همین رابطه گرافیکی دستورات SQL رو اجرا کنم. خب دستور خیلی ساده ای قطعاً همتون باهاش آشنا هستید. اینسرت اینتو نام جدول تیبل ممبر. البته اسکیماشو هم باید بنویسیم. اگر اسکیمای متعدد داریم پابلیک ممبر کلم فرزن نیم و فامیلی ولیوز. خب چه معادلی میخوام داخل دیتابیس ذخیره کنم؟ فرضاً برای نام ببینید پوستگرس برای ذخیره رشته ها از دابل کوتیشن استفاده نمی کنم. از کوتیشن استفاده می کنم. فرضاً حالا این نام و این هم به این شکل. در نهایت میتونیم سمیکالون رو قرار بدیم یا قرار ندیم. هیچ فرق نمی کنه. خب این رو اجرا کنیم. F5 این رو اجرا می کنم. خب میگه که query return successful. به درستی توی دیتابیس ذخیره شد. چطوری میتونم مطمئن شم؟ select star میکنم. همه چیز رو برای من از دیتابیس یا تیبل یا select star from نام جدول تیبل فرضاً اسکیمای پابلیک دات ممبر. select star from نام جدول. هر دیتایی که توی جدول ممبر هست رو برای من ریترن میکنم. دوباره این رو اجرا کنیم. خب یک داده داخل دیتابیس ذخیره شد. اینم به این شکل. اما میخوام از طریق کلاس‌های جاوا این داده رو داخل دیتابیس ذخیره کنیم. فرض کنید که یک اپلیکیشنی دارید، حالا یکم پروژه‌ای که می‌نویسیم رو سطح بالا در نظر بگیرید. یک نرم افزاری داریم که کاربر یک سری اطلاعات رو وارد می‌کنه، حالا ممکنه تحت وب باشه یا تحت ویندوز باشه. قراره که این اطلاعات داخل دیتابیس ذخیره شه. قرار است کلاس‌های جاوا یک سری کد رو بنویسیم، یک سری کلاس‌ها رو بنویسیم که به دیتابیس کانکشن برقرار کنیم و اطلاعات رو داخل دیتابیس ذخیره کنیم. میدونیم اولین چیزی که احتیاج داریم یک کلاسی هستش که بتونه برامون یک کانکشن تهیه کنه. میتونیم یک متد تعریف کنیم، ولی خب می‌خوام یک کلاس تعریف کنم که یکم اول حرفه‌ای‌تر کار کنیم که وظیفه این کلاس ایجاد کانکشن هستش که بتونم از طریق این کانکشن یک سری پریپرد استیتمنت‌ها تعریف کنم که بتونم به دیتابیس دستورات اسکیول رو پاس بدم و اجرا کنم. پس یک کلاس تعریف می‌کنیم داخل همون شاخه SRC تحت عنوان DB کانکتور. وظیفه برقراری کانکشن به دیتابیس رو این کلاس داره. خب اگر با حالا جاوای محض کار کرده باشید برای اتصال به دیتابیس میدونید احتیاج به یک سری اطلاعات دارید که بتونید به دیتابیس کانکشن برقرار کنید. چه اطلاعاتی؟ مثل URL، مثل درایور کلاس، یعنی کلاسی که حالا DBMSتون قرار ازش استفاده کنیم چی هستش؟ فرضاً پوستگرس، MySQL، اینا هر کدوم یک سری کلاسای خاصی دارن. باید معرفی کنیم که ما داریم با دیتابیس پوستگرس کار میکنیم یا فرضاً MySQL کار میکنیم یا یک سری اطلاعات دیگه. احتیاج به یوزرنیم پسورد هم داریم. ابتدای بحث اشاره کردم فصل قبلی گفتم این یوزرنیم رو باید یک جایی یادداشت کنیم یا تو ذهنمون داشته باشیم که زمانی که قرار از کلاسای جاوا به دیتابیس کانکشن برقرار کنیم به این یوزرنیم و پسورد احتیاج داریم. پس میدونم یک سری شناسه داخل این کلاس تعریف میکنم. ترجیحاً حالا پرایویت از نوع پرایویت استاتیک از نوع فاینال تعریف میکنم که در طول اجرای برنامه این رو تغییر ندیم. خب DB درایور. خب یک استرینگ دیگه. یک استرینگ از نوع فاینال تعریف میکنیم با عنوان DB درایور. خب درایور من چی هستش؟ فرضاً org. postgresql.driver. ببینید بسته به دیتابیسی که دارید این مقدار میتونه متفاوت باشه. فرضاً برای MySQL com.mysql.driver هستش و میتونید اطلاعات رو از گوگل پیدا کنید. خب بعد از درایور من احتیاج به URL دارم. روی چه پورتی دیتابیس من لیسن میشه و دیتابیس من چی هستش و یک سری اطلاعات دیگه. پس باز میام یک شناسه دیگه باز از نوع private static. این استاتیک بودنش به خاطر اینکه قرار از این شناسه داخل این کلاس استفاده کنیم به صورت استاتیک باشه بهتره. فاینال استرینگ فرضاً DB URL.
URL من چیه؟ JDBC دو نقطه PostgreSQL یا MySQL اگر با دیتابیس MySQL کار میکنید. خب میتونیم IP 127.0.0.1 رو وارد کنیم یا اینکه لوکال هاست رو تعریف کنیم. فرق نمیکنه، جفتش نشون دهنده لوکال هاست یا سرور داخلی هستن. خب لوکال هاست روی چه پورتی؟ من دیتابیسم رو روی چه پورتی تنظیم کردم؟ فصل قبل اشاره کردیم 54.33 دیتابیس ورژن 96 رو. و در کنار اینها دیتابیسی که اینجا داریم چی هستش؟ دیتابیس پیش‌فرض پوستگرس. اگر یک دیتابیس جدید تعریف کنید میتونید هر نامی براش در نظر بگیرید و توی این قسمت این نام رو معرفی کنید. فرضاً پوستگرس. باز یک شناسه دیگه احتیاج داریم، یوزرنیم و پسورد یا اونر دیتابیس، صاحب دیتابیس، رول دیتابیس. اینا نامایی هست که برای این در نظر میگیرن. DB user خب یوزر چی هستش؟ یوزر به صورت پیش‌فرض پوستگرس هستش. اگر دیتابیس رو نگاه کنیم خب ببینید اونرش رو پوستگرس معرفی کرده. میتونیم رول رو تعریف کنیم، حالا جلوتر بحث میکنیم. پس اونر دیتابیس من یا صاحب دیتابیس من پوستگرس هستش به صورت پیش‌فرض. در نهایت احتیاج به پسورد داریم، پسوردی که ابتدای کار به پوستگرس سنگ کردیم. DB پسورد 1 2 3 4 5. حالا خب اینم به این شکل. میام یک شناسه دیگه ای تعریف میکنم، پرایویت. دیگه فاینال نه، چرا که تو طول برنامه اجرای برنامه قرار تعریف کنم. از نوع کانکشن میخوام یک کانکشن تعریف کنم. کانکشن خب کتابخونه جاوا دات اسکیول هستش. خب یک عنوانی هم داشتم ازش گرفتم، کانکشن. قراره که این کانکشن رو ایجاد کنیم و توی کلاس دیگه ای مین برنامه‌مون از این کلاس یک کانکشن رو گت کنیم و در اختیار اون متد قرار بدیم که بتونیم اطلاعات رو داخل دیتابیس ذخیره کنیم. میام یک متد می‌نویسم، پابلیک استاتیک. خروجی متد کانکشن هستش کانکشن گت کانکشن. میام بررسی میکنیم، میگیم اگر کانکشنی که داریم، ممکنه کانکشن توی سیستم وجود داشته باشه دیگه، هر سری کانکشن رو برای من ایجاد نکنه، هزینه بردار هستش. میام بررسی میکنیم اگر کانکشن مخالف نال بود ریترن کن برای من کانکشن رو، کانکشنی که اینجا تعریف کردیم و از قبل میدونیم مقدار دهی شده چون نال نیست. در غیر این صورت else. خب میم از تراکش استفاده میکنیم. داخل ترای میگیم که کلاس فور نیم رو، کلاس داد فور نیم رو، کلاس من چی هستش؟ بهتر بگیم درایور من چی هستش؟ این بالا تعریف کردیم org.postgresql.driver. این رو معرفی میکنه ابتدا. db درایور. بگیم که کانکشن مساویه درایور منیجر یک کلاسی از جاوا هستش داد گت کانکشن میکنیم. یک سری اطلاعات رو باید برای این کانکشن در نظر بگیریم. مثل چی؟ مثل URL، مثل DB user یا owner دیتابیس من و از همه مهمتر پسورد دیتابیس من. DB password. خب اینم به این شکل. خب try بلاک کش رو هم تعیین میکنیم. ممکنه که اطلاعاتی که وارد کردیم غلط باشه، دیگه جلوی برنامه گرفته نشه، داخل کش یک اکسپشن رو ایجاد میکنیم. خب فرضاً حالا این ارور رو چاپ میکنیم، میداد
پرینت استراکچرایز میکنیم و در نهایت میگیم که سیستم رو پرینت میکنیم. مثلا ارور، خب این هم به این شکل میتونیم جمع بگیم که فرضاً کانکشن created، کانکشن ایجاد شد. خب در نهایت بعد از حالا این قسمت میتونیم بیم بگیم که return کن برای من کانکشن رو. البته نیازی نبود که حالا داخل این else قرار بدیم، ولی خب به این شکل قرار دادیم. پس یک کلاسی مادم ایجاد کردم تحت عنوان DB connector، یک سری اطلاعات داشت، یک سری شناسه ها داشت. اطلاعات من رو به دیتابیسم رو داخل این کلاس تعریف کردم و از طریق این کلاس یک کانکشن رو ایجاد کردم داخل متد get connection. یه من کلاس ایجاد میکنیم برای مین برنامه‌مون تحت عنوان insert test. متد مین رو هم میخوایم جنریت کنیم به عنوان مین برنامه‌مون شناخته میشه. میخوام یک متدی بنویسم داخل این کلاس، public static void insert. خب میخوام یک سری اطلاعات رو داخل دیتابیس ذخیره کنیم. اگر تیبل ممبر رو نگاه کنیم، یک شناسه داشت که آیدی بود، خودش جنریت میشد هر سری. یک شناسه نیم رو داشتیم، یک شناسه فامیلی رو داشتیم. پس ورودی این متد نیم و فامیلی هستش، استرینگ نیم و استرینگ فامیلی. خب چطوری میتونیم یک داده رو توی دیتابیس ذخیره کنیم از طریق کلاس جاوا؟ ما یک آبجکتی داریم تحت عنوان prepared statement که از کتابخونه جاوا اسکیول هستش، البته اینترفیسه. خب که قرار این رو ایمپلمنتیشنش رو تعریف کنیم، یک کانکشن رو باید برای این ایجاد کنیم یا مقدارداری کنیم. بهتر بگیم کانکشن کجا هست؟ کانکشن داخل کلاس DB کانکتوره. میگم که DB کانکتور دات گت کانکشن میکنیم، یک کانکشن رو از این کلاس دریافت میکنیم دات پریپر استیتمنت. خب میدونیم ورودی این متد یک استرینگ اسکیول هستش، یعنی دستور اسکیول رو مستقیما باید داخل این متد قرار بدیم تا بتونیم این رو در نهایت اجرا کنیم. دستور SQL چیه؟ دستور خیلی ساده است. insert into نام جدول، جدول member، name و family، name و family، values، حالا من سوال میذارم، میخوام اینها رو از طریق این متد مقدارداری کنم. میتونم حالا مقادیر اینجا قرار بدم، فرضاً رشته هایی که میخوام داخل دیتابیس تعریف کنم، ولی خب بذارید فیلتر کار کنیم. در نهایت پرانتز رو ببندیم. ارور میده، میگه که داخل تراکش قرار بدیم رو. ما اینو قرار میدیم. بذارید رو. خب پس یک prepared statement تعریف کردم که یک رشته SQL رو به عنوان ورودی میگیره. یه رشته خیلی ساده برای ذخیره کردن داده توی دیتابیس. تیبل ممبر، این مقادیر روی این کالم ها و این مقادیر. خب چطور این علامت سوال ها رو حالا بهتر بگیم مقدارداری کنم؟ خیلی ساده میتونم بگم که ps.setString کنم این رو. خب اینت آرگومان صفر. اولین علامت سوال، میتونیم اینا رو شماره گذاری کنیم بر اساس حالا لوکیشن یا مکانی که اینا دارن. خب چه مقداری باشه؟ فرضاً نیم باشه، نیمی که از ورودی متد گرفتیم و بیایم بگیم که دات ست دوباره استرینگ کنیم، لوکیشن دو و مقدار فامیلی رو. در نهایت میخوام این رو اجرا کنیم یا بهتر بگیم اکزیکیوت کنیم این رو. باید بیایم بگیم که ps.execute. این داخل بلاک تری هستش، اگر اکسپشنی به وجود بیاد تو این قسمت میتونیم این رو رفع کنیم، ولی خب حالا برنامه خیلی ساده است.
این میگم که سیستم داده پرینت کنیم error not inserted فرضاً. و بعد از اجرای این دستور میتونیم ببینیم که سیستم داده پرینت فرضاً inserted. خب اینم به این شکل. چطوری اجرا کنم اینو؟ توی مین برنامه میتونم این متد رو که از نوع استاتیک هستش فراخوانی کنم. میگم که insert مقدار میدم، دو تا رشته رو به عنوان ورودی میدم. بذار یه مقدار دیگه بدیم که با اون بر قاطی نشه. فرزان علی مهدوی. این هم به این شکل. پس یک کانکشن تعریف کردیم و توی کلاس مین برنامه این متد داریم تحت عنوان insert دو تا رشته به عنوان ورودی میگیره و اومدیم یک prepared statement رو تعریف کردیم، در نهایت اون رو اجرا کردیم. خب یک تست خیلی کوچیک از برنامه بگیرم. ببینید تیبل ما فقط یک داده بیشتر توش ذخیره نشده، این رو اجرا میکنیم. خب connection created inserted خیلی خوبه، بدون هیچ اروری ظاهرا برنامه اجرا شده. بریم دیتابیس رو هم چک کنیم یک بار. اینو یک رفرش میدم. بله ببینید داده ها توی دیتابیس به درستی ذخیره شد. خب این مثال خیلی ساده بود. شما این رو میتونید یک پروژه حالا تحت وبی در نظر بگیرید. توی لایه بندی های مختلف این داده ها جابجا میشن و در نهایت میرسن به لایه دیتا اکسس فرضاً، که یک چنین متدی داخلش قرار داده شده. مسلما متدهای دیگه هم داریم مثل آپدیت، مثل سلکت آل و یک سری حالا قابلیت دیگه. یک سری مشکلات داره این کار. ببینید برای یک ذخیره داده توی دیتابیس چند خط کد حالا من اجرا کردم، در حالی که این یک تیبل خیلی ساده بود. اگر ما تیبل های پیچیده تری داشتیم مجبور بودیم که کوئری های پیچیده تری رو هم انجام بدیم. یه سری مشکلات به وجود میاد که قراره اینا رو با استفاده از هایبرنیت رفع کنیم و در نهایت میبینیم توی پارت بعدی با یک خط کد یک داده رو توی دیتابیس ذخیره می‌کنیم. و ببینید اینجا من حالا نکته مهمتر اینه که دیدگاه شعرگری رو دارم از دست میدم. فرض کنید که ما یک مدلی داریم یا یک دامینی داریم تحت عنوان ممبر، یک سری شناسه‌ها دارن، ولی خب اطلاعاتی که من دارم پاس میدم به دیتابیس فقط یک سری استرینگ، یک سری مقادیره، دیگه خود آبجکت نیست که قرار اینها رو توی پارت بعدی با استفاده از هایبرنیت رفع کنیم.